آدینه 17 دی ماه 1395 خورشیدی برابر است با 7 ژانویه 2017 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، صمیمانه‌ترین درودهای من و همکار خوبم آقای سپهر رو بپذیرید. تبریک مخصوصی دارم برای هموطنان مسیحی که امروز و فردا دارن کریسمس رو جشن میگیرن. امروز برای اولین بار از این برنامه در این تلویزیون مهمان ارجمند من آقای دکتر شاهین فاطمی خواهند بود که امیدوارم به موقع بتونیم ارتباطمون رو با ایشون برقرار بکنیم در پاریس و سوالاتی رو که مطرح است پیرامون مسائل کشورمون و سایر مسائل به خصوص مسائل اروپا نظرات ایشون رو بشنویم، من و شما بینندگان عزیز. عرض کنم حضورتون که در فرصت کوتاهی که دارم و باید هر چه زودتر برویم و صحبتمون رو با آقای دکتر شاهین فاطمی آغاز بکنیم، مسائلی رو که در امریکا مطرح امروز، دیروز و طی هفته گذشته در مورد اقداماتی که آقای دونالد ترامپ میکنند و در واقع شک و تردیدی که داره راجع به نظر 17 نهاد امنیتی و اطلاعاتی امریکا که میگویند که روسیه مستقیما و بنا به مدارک زیادی که وجود داره با دستکاری در مسائل اینترنتی و اطلاعاتی که اونجا وجود داره، افشاگری پاره ای از مکاتبات در واقع اینترنتی که بین سران حزب دموکرات بوده، باعث شده که کفه سنگین ترازو رو به نفع آقای دونالد ترامپ سنگین بکنه، ایشون مقاومت میکنن. قرار هست امروز یا در روزهای آینده ایشون با مسئولین امنیتی امریکا گفتگویی داشته باشند. تا امروز طی ادعاهایی که ایشون میکنه میگوید اطلاعات خود او از کل این افراد بیشتر هست و همین امروز هم باز طی اطلاعاتی که بعضی از مقامات امنیتی امریکا منتشر کردند، شخص آقای پوتین در این دستکاری ها و اقداماتی که به ضرر هیلری کلینتون شده و به نفع آقای دونالد ترامپ صحبت میکنند. باید دید که طی روزهای آینده شاهد چه تغییرات و چه مسائلی خواهیم بود. در مورد کارهایی که آقای دونالد ترامپ میکنند که هیچ کدومش با آنچه که در امریکا معمول بوده مطابقت نداره، یکی از کارهایی رو که ایشون شروع کرده و ادامه میده اظهار نظرهای لحظه‌ای هست در مورد مسائلی که مطرحه از طریق تویتر. این رسانه اینترنتی تویتر که یکی از به اصطلاح پر بیننده ترین، پر مصرف ترین هست در جامعه امریکا و شاید در سطح دنیا، آقای دونالد ترامپ به جای کاری که قبلا میکرد در مقابل خبرنگاران قرار می گرفت، در جمع کثیری می ایستاد، سخنرانی می کرد، به سوالات پاسخ می داد، از روزی که به عنوان رئیس جمهور منتخب و نه به گفته بعضیا برگزیده که به نظر می رسد که این واژه درست نباشه، به هر حال ایشون از توییتر استفاده می کنه. توییتر محدودیتی رو که داره بیش از 140 کلمه رو اجازه نمیده که افراد به کار ببرن در به اصطلاح کارهایی که به اصطلاح اطلاعاتی رو که میذارن روی توییتر. بنابراین عده زیادی میگویند که این اطلاعاتی رو که از طریق توییتر آقای دونالد ترامپ منتشر میکنه به هیچ وجه گویا نیست، به هیچ وجه کافی نیست و برای کامل نیست و یک ابهامی به وجود میاره در ذهن کسانی که اینها رو میخونن و تفسیر میکنن و راجبش صحبت میکنند. تعداد زیادی از کسانی که در امر رسانه ها مشغول فعالیت هستند اعتراض دارند به این کار و این شمشیر بستن آقای دونالد ترامپ در مقابل رسانه های امریکا هم شاید در آینده زیاد به نفعش نباشه به زعم بسیاری از صاحب نظران. خب من دیگه میخوام صحبتم رو کوتاه بکنم. تنها مسائلی رو که مطرح این روزها راجب سوریه هست، راجب خارج شدن نیروهای روسیه هست از سوریه و نکاتی رو که مطرح کردم و
مسئله و جنجالی که در مورد برجام هست و اینکه آینده برجام به کجا خواهد انجامید. باید منتظر باشیم ببینیم که رئیس جمهور منتخب امریکا در روزهای آینده چه خواهد کرد. هم اکنون که با شما دارم صحبت میکنم، آخرین مرحله قطعی شدن و رسمی شدن ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ مطرحه در مجلس، جلسه مشترک سنا و مجلس نمایندگان مشغول شمارش آراء الکترال هستند و این نهایتاً منجر شد، خواهد شد که آقای دونالد ترامپ رسماً رئیس جمهور امریکا باشند. این مراحلی است که طی میکنه این وضع بسیار پیچیده و مکانیزمی که در انتخابات امریکا وجود داره. خب اجازه بدید برویم و صحبتمون رو با آقای دکتر شاهین فاطمی در پاریس آغاز بکنیم. با ما باشید. خب بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه مژده دادم، امروز برای اولین بار از این برنامه در خدمت آقای دکتر شاهین فاطمی هستم. آقای دکتر لطف کردند، این فرصت رو دادن که از طریق اسکایپ و از طریق برنامه تلویزیونی در خدمتشون باشم. بعد از مدت‌ها که من برنامه رادیو رو دیگه ادامه نمیدم و اونجا هر هفته از محضرشون استفاده میکردم، امیدوارم بتونم در آینده با وجود کم بودن وقت برنامه و همچنین کم بودن تعداد برنامه از حضورشون بیشتر استفاده بکنم. از راه دور خدمتشون سلام میکنم در پاریس و تشکر میکنم از شرکتشون در برنامه. درود بر شما جناب اجازی. من هر موقعی که شما علاقمند باشید در خدمتتون خواهم بود. آقای دکتر، همیشه این بزرگواری و محبت رو نسبت به من داشتید و من با تمام وجودم از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم و سال نو رو به جناب عالی و خانواده عزیزتون تبریک میگم. متشکرم، همچنین متقابلا. آقای دکتر فاطمی، اگر که لطف کنید یه مرور کوتاهی بکنیم به اون چه که از نظر اقتصادی به کشورمون روبرو بوده در سالی که گذشت و به خصوص این مسئله برجام که هنوز مطرحه، هنوز صحبت از ملغا کردنش میشه و عکس العملایی که در امریکا به خصوص روبرو هستیم با روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ که خب هیچ چیزی با اون وضع گذشته فعلا پیش نمیره و همه چیز غیر قابل پیشبینیه، همه چیز متفاوته، همه چیز غیر سنتی هست. میخواستم نظرتون رو بخوام راجع به این مسائلی که پیش آمده در سال گذشته و باز صحبتهایی که من با شما کردم، همواره امیدوار بودید و مطمئن بودید که مسئله برجام به این سادگی قابل ملغا کردن نیست از طرف یک کشور که امریکا باشه. در این مورد اگه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم. بله، ببینید، مسائل بنیادی که وجود داره در روابط امریکا و ایران به نظر من آسان تر که نشده هیچ، بسیار قامزتر خواهد شد. وقتی که شما نگاه بکنید به افرادی که جز مشاورین آقای پرزیدنت الکت، رئیس جمهور منتخب آقای ترامپ هستند و اونهایی که قرار در کابینه ایشون باشن، من گمون نمی کنم شرایط بهتر شده باشه. یعنی پیش از اون که مسئله حل شدن برجام بتونه هیچ نوع آثار محسوسی داشته باشه روی رابطه امریکا و ایران در مسائل اقتصادی، الان هم از نظر جو روحی مسائل و هم از نظر واقعیات کار به نظر من چند ماه آینده و شاید بشه گفت تا یک سال آینده برای جمهوری اسلامی اوضاع اگر مشکل تر نشه آسان تر نخواهد شد، چه از نظر سیاست های امریکا و چه از نظر سایر کشورها که همیشه چشمشون به امریکاست و در بر مبنای ارزیابیشون از رابطه امریکا با جمهوری اسلامی سیاست خودشون رو تنظیم میکنن.
بنابراین من فکر میکنم امسال سال نسبتا مشکلی خواهد بود در روابط اقتصادی سیاسی و همچنین در مسائل بانکی و که امروز بیش از همه برای جمهوری اسلامی مسئله ایجاد کرده، مخصوصا استفاده از سویفت برای ترتیب دادن روابط بانکی. بله آقای دکتر، همونطور که اشاره کردید الان کسانی که آقای دونالد ترامپ به عنوان افراد کابینه شون انتخاب کردن و کسانی هستن که اکثرا سوابق سیاسیشون معلومه و به اصطلاح افکاری رو که دارن برای مردم امریکا تا حدود زیادی روشن هست. مسئله ای که الان این وسط باقی میمونه این هست که با رای گیری ها به اصطلاح نظرسنجی هایی که در امریکا شده، حدود 2/3 جمعیت مردمی که باشون صحبت کردن در مورد برجام از دولت آینده امریکا میخواند که برجام رو نگه داره و به اصطلاح ملغا نکنه، و همچنین عده زیادی از صاحب نظران و فرهیختگان و کسانی که دستن در کار مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هستن هم با نامه هایی که نوشتن یا اظهار نظرهایی که کردن در رسانه های مختلف همین موضوع رو تاکید کردن که برجام بهتره که بمونه به صورتی که هست. ولی فکر نمی کنید که مسائلی رو که خود سران جمهوری اسلامی به وجود میارن باعث میشه که یه مقداری این تشتت بیشتر باشه؟ ببینید، من گمان میکنم جمهوری اسلامی به تدریج عقب نشینی خواهد کرد، از مداخلش در امور کشورهای دیگه کم خواهد کرد، ولی از طرف دیگه سیاستمدارانی که امروز قرار بیان و با پرزیدنت الکت ترامپ همکاری بکنن، از قبیل جنرال میس، اینها وضعشون راجع به جمهوری اسلامی خیلی روشنه. یک واقعا دیپلماسی معجزه آسایی میخواد که بشه یک روابط عادی، نه مثل روابطی که نه حتی مثل روابطی که آقای اوباما با ایران داشت، بلکه روابط خیلی کمتر و بی‌خطرتر ایجاد بشه. جمهوری اسلامی بسیار باید محتاطانه رفتار بکنه در عرض این چند ماه آینده، برای اینکه مسلماً عناصری هستند که در پی فرصت میگردن که جمهوری اسلامی رو که متاسفانه لطمش به ملت ایران میخوره، به جمهوری اسلامی نیست، اگر اتفاقی در منطقه بیفته، جنگی بشه، حملهی بشه، این ملت ایرانه و مملکتی که عواقب اون رو باید باش روبرو بشه. بنابراین باید امیدوار باشیم که عقل و درایت بر هر دو طرف حکومت کنه و حادثه شومی در عرض چند ماه آینده پیش نیاد. آقای دکتر، کلن بعد از اینکه برجام امضا شده چه تغییری رو در سیاست‌های اقتصادی و مالی و پولی ایران جنابعالی ملاحظه می‌فرمایید؟ ببینید، مسئله برجامی مسئله به نظر من حاشیه‌ای بود. امروز جمهوری اسلامی در به قول خودشون در 4 پایتخت خاورمیانه حکومت میکنن. این مطالبی که آقای اوباما تحمل کرد گمان نمیکنم بتونه ادامه پیدا کنه، چون تمام متحدین امریکا در رأس اونها اسرائیل، بعد عربستان سعودی، بعد کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها همه متوقع هستند که سیاست خارجی امریکا متغیر بشه و شدیداً در برابر جمهوری اسلامی استادگی بکنه. این مسئله برای همه روشنه. حالا اون چیزی که لازمه اینه که این درایت و هوش در جمهوری اسلامی هم به وجود بیاد که عملی انجام ندن، که از این
اونهایی که علاقمندن که جنگ افروزی بشه، آتش جنگ در منطقه وجود بیاد، این فرصت رو ندن. و اینجاست که واقعا نمیشه پیش بینی کرد چه خواهد شد، ولی مسلم بدونید اون تحملی که اگر بشه تحمل گذاشت آقای اوباما در عرض این 8 سال یا حداقل 4 سال آخر داشته، به هیچ وجه در از 20 ژانویه به بعد ادامه نخواهد داشت. و این مسئله ایست که جمهوری اسلامی باید خیلی خیلی دقت بکنه در این مورد، برای اینکه اگر حادثه پیش بیاد زیان اون برای ملت ایرانه. من دلسوزی برای جمهوری اسلامی دلیل نداره بکنم، ولی برای هموطنان ما که امروز در مشکلترین شرایط زندگی هستند، به هیچ وجه وخیم شدن روابط و جو جنگ، جو نارامی به زیان مردم، مسائل اقتصادی رو از این هم که هست مشکل تر میکنه. منظور من بیشتر همینه که اون حادثه جویی ها، اون رفتاری که در عرض حکومت آقای اوباما ما روزانه مشاهده میکردیم، اینها نمیتونه دیگه دوام داشته باشه. چون یکی از دلایلی که مردم امریکا با آقای ترامپ رای دادن دقیقاً به علت این نوع مسائل بود، این نوع رفتارهای خفتباری بود که دولت آقای اوباما در برابر کشورهای دیگه مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی در سوریه، در جاهای دیگه از خودش نشون داد. بنابراین وقت اون رسیده که کمی عقل و مدارا وارد کار بشه و از اون اعمال گذشته، از اون رجزخونی ها، از اون بیگدار با آب زدن ها، مانورهای بی جهت، از این کارها تا حدود زیادی باید کاسته بشه، والا هزینه سنگینی را متاسفانه ملت ایران متحمل خواهد شد. خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمی. آقای دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی همواره از این صحبت میکرد که برجام رو پاره خواهد کرد، به دور خواهد انداخت. بعد یه مقدار روشش رو عوض کرد و آخرین صحبتهایی که از او شنیدیم این هست که میخواد با اجرای کامل برجام و همچنین تغییراتی در این به اصطلاح موافقت نامه یا هرچی اسمش رو بگذاریم اون رو مستحکم تر بکنه. ضمن اینکه ازتون خواهش میکنم این سوال رو پاسخ بفرمایید، به طور کلی شما سیاست اوباما رو، من شنیدم اون چرا که جناب عالی مطرح کردید در مورد اینکه در این دوران 8 ساله احتمالاً عده زیادی گفتن که آقای اوباما خیلی راحت بخوام بگم بی عرضگی نشون داده، قاطع نبوده و نتیجهش مسائلی شده که الان امریکا باش روبرو هست که بعدن اگر فرصت بشه میپردازم به مسئله هک کردن سیستم های اینترنتی امریکا برای افشاگری و سایر مسائلی که الان روسیه اسمش مطرحه. این رو ممکنه که نظرتون رو بفرمایید راجب کدوم قسمت؟ راجب قسمت اول، این که واقعا اوباما بی عرضگی کرده و نتونسته اونطوری که باید و شاید با کشورهای مثل ایران روبرو بشه، یا اینکه اساسا اون سیاستی رو که او معتقد صلح‌جویانه است و مسائل نظامی رو مطرح نکرده یه امتیاز هست براش، کدوم رو شما؟ دقیقا همینطوره، شق دومه. ببینید اوباما متعهد شده بود که دیگه سرباز امریکایی در خارج از امریکا کشته نشه و نره، و البته تعدادی رفتن 2,000-3,000 نفر، ولی خب اون خیلی کوچیک بود و خب تا حدودی هم وفادار مون به این تعهدی کرده بود. اون هیچ علاقه نداشت که در هیچ جای دنیا گرفتاری و امریکا وارد هیچ کشمکشی بشه. مشکل اینه که این دقیقا شبیه اینه که شما وارد یه محله بشید، اونجا اقامت بکنید و اینجا یه مش آدم ماجراجو، پرسر و صدا، اینها همیشه بخوان میدانداری بکنن. صلح‌جو بودن شما جلوی اونا رو نمیگیره.
بلکه اونها رو بیشتر حریص میکنه و اونها رو بیشتر تشجیح میکنه به مسیری که انتخاب کردن برن. وضع آقای اوباما هم همین بود. سیاست آقای اوباما بسیار سیاست معقول بود، اما در موقع این سیاست به درد میخورد که در مقابلش در روسیه هم یک آدم به اصطلاح معتدلی باشه، تصمیم نداشته باشه که سوریه در سوریه برای خودش پایگاه درست کنه، در ایران پایگاه درست کنه، سیاست تجاوز نداشته باشه. خب این آقای پوتین از این موقع استفاده کرد، هم در اوکراین، هم در سوریه، هم در ایران. و از اون طرف هم تروریست ها، اونها هم اضافه شدن به این مسئله. یعنی بسیار مشکل بود برای اوباما که وفادار بمونه به این تعهد اخلاقی که گرفته بود بعد از اون که جایزه صلح بهش دادن در اوائل شروع حکومتش. و خب این هم یک بار اضافی شد به گردن اون که در دوران حکومتش جنگی به وجود نیاد. الان شرایط خیلی فرق کرده. من فکر نمی کنم آقای ترامپ برخلاف اونچه که همه فکر میکنن بیگدار با آب بزنه و فردا شروع کنه در چند نقطه مختلف دنیا وارد مرافع و یک و دو شدن بشه، اما در این حال انتظار مردم امریکا از اون، از ترامپ، دولت ترامپ اینه که بیش از این هم اجازه ندهد امریکا در دنیا به خفت و خاری پیش بره و مسائلی مثل مسئله سوریه، مثل مسئله اوکراین، اینها رو به نظر من با وزیر خارجه که آقای ترامپ انتخاب کرده به زودی ممکنه از راه دیپلماسی حل بکنن. الان روابط چون نسبتاً خوبه، اگر دوام بیاره بین آقای پوتین و آقای ترامپ و باید خوشبین بود. اما چند نقطه در دنیا امروز وجود داره که میتونه در سال آینده ایجاد زحمت بکنه برای صلح بین المللی که یکی از اونها ایران، اوکراین و این مسائل خاورمیانه به طور کلی، سوریه. اینها همه مشکلاتی است که در پیش خواهد بود. ولی اون چیزی که مسلمه، ممالکی، دولت‌هایی مثل جمهوری اسلامی به طور مسلم در روش خودشون، در سیاست‌های خودشون مجبور به تجدید نظر خواهند شد. خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمی. در مورد نکاتی که اشاره کردید، کمک خیلی روشن و بسیار بسیار وسیعی که ایران و روسیه کردن به بشار اسد، آدمی که تا الان نزدیک 200-300 هزار نفر مردم بیگناهش رو به کشتن داده، به دنبال موفقیت هایی که به وجود آمده در سوریه، دیروز در خبرها بود که روسیه داره نیروهای نظامی خودش رو از سوریه بیرون میبره، وضع رو به چه صورت میبینید؟ آیا واقعا آدمی مثل بشار الاسد حتی اگه تمام اون اراضی رو که از دست داده، اون شهرهایی رو که از دست داده بازیابه، میتونه به عنوان رئیس جمهور یا شخص اول سوریه ادامه کار بده؟ و آیا ادامه کار او میتونه به مردم بخت برگشته ای که چندین میلیونشون الان آواره شدن کمکی بکنه؟ ببینید، برخلاف جمهوری اسلامی، آقای پوتین با هیچ کس صیغه برادری نخونده. همونطور که فرمودید، الان با سر و صدا و نه بدون اینکه کسی بفهمه شروع کرده قشونشو بیرون میبره. برای آقای پوتین روابط خوب با رئیس جمهور منتخب امریکا بسیار مهمتر از سوریه و ایران و این مسائله. اونها روی مسائل دنیا باید با هم کار بکنن و مسلم بدونید که بین پوتین و ترامپ توافقهای پیش خواهد اومد روی مسائل اساسی و مسائلی مثل سوریه خیلی بیشتر و به سرعت حل میشه. روس‌ها مدت‌ها بود که پی فرصتی می‌گشتن که این بار سنگین سیاسی و استراتژیک و همچنین اقتصادی رو از شرش راحت بشن. روسیه امروز زیر تحریم
فشار اقتصادی به مردم بسیار زیاده و روی بیرون میارن این عقل کاره و از فرصت استفاده خواهند کرد و سعی میکنن روابطشون را با آقای ترامپ هرچه زودتر عادی بکنن. و خب دیگه جوانب این کار امثال آقای بشار اسد و اینها خیلی کوچکتر از اون هستن که در این محاسبات بتونن نقشی بازی کنن. اینها قربانی های ساختی خواهند روابط جدید بین پوتین و آقای ترامپ خواهند بود در عرض چند ماه آینده. بینندگان گرامی، صحبت میکنم با جناب دکتر شاهین فاطمی که معرف حضور همه شما هستند و من در آغاز برنامه هم نیازی ندیدم که بخوام ایشون رو معرفی بکنم. سالیان سال هست با دانشگاهی که تأسیس کردن در پاریس مشغول فعالیت هستن، دانشگاه امریکایی که واقع در پاریس هست و همچنین کارهای اقتصادی و سیاسی رو که میکنن و فعالیت‌هایی رو که انجام میدن طی سالیان ادامه داشته و امیدوارم که ایشون سلامت و سرحال باشن مثل همیشه که به این فعالیت‌های مؤثر خودشون ادامه بدن. آقای دکتر فاطمی، من سوال دیگری که از حضورتون میخواستم مطرح بکنم راجع به همین مسئله جنجالی است که الان در امریکا هست در مورد هک شدن سیستم‌های کامپیوتری حزب دموکرات و امکان مداخله آقای پوتین به صورت مستقیم که همین امروز مطرح بوده. 17 نهاد امنیتی و اطلاعاتی امریکا معتقدند و میگویند مدارکی دارند که حاکی از این هست که روسیه با دستکاری کردن سیستم های اینترنتی امریکا و افشاگری از طریق ایمیل هایی که به طور خصوصی بین سران حزب دموکرات منتشر می شده به اصطلاح کفه ترازوی انتخابات رو به نفع آقای دونالد ترامپ سنگین تر کرده. آقای دونالد ترامپ تا این لحظه قبول نمی کنه که روسیه چنین کار رو انجام داده. نظرتون چی است و انعکاس این صحبت در اروپا به چه صورت است؟ بله، از این مسئله در حیطه اطلاعات من نیست، نمیتونم از نظر فنی راجبش مطلبی بگم. باید ببینیم اونهایی که متخصص هستن چه میگن و مخصوصا مقامات امنیتی امریکا. ولی در این که روابط آقای اوباما و آقای پوتین به هیچ وجه خوب نبود و امروز آقای پوتین خیلی خوشحال از این که با آقای ترامپ کار میکنه، این همش واضحه. اونجایی که سوال پیش میاد اینه که این به اصطلاح ماه عسل چند ماه طول میکشه. من فکر میکنم اونقدر اختلافات اساسی سیاسی و استراتژیک بین امریکا و روسیه که میخواد یک بار دیگه در منطقه نقش شوروی سابق رو بازی کنه وجود داره و پیش خواهد آمد که این ماه عسل دورانش بسیار بسیار کوتاه خواهد بود. فراموش نفرمایید امریکا یک حکومت سلطنتی تک فرمایی نیست، یک دموکراسیه و همین الان ما میبینیم که صداهای بسیار بسیار مهمی در حزب جمهوری خواه مثل سناتور مکین اینها اعتراض کردن به اونچه که به عنوان تا حالا به عنوان دخالت روسیه، دخالت غیر مستقیم در انتخابات انجام شده. و امریکا اگر قرار بود که به این صورت بتونه کسی با بزرگترین و مهمترین مؤسساتش که انتخابات و ریاست جمهوریه بازی بکنه 230 سال دوام نمی آورد. من فکر میکنم این قصه سر دراز دارد و دنبال این کار را خواهند گرفت و اگر واقعا سند و مدرکی پیش بیاد که روسیه دخالت کرده در انتخابات، بسیار برای روسیه گران تمام خواهد شد. منتها این مسئله هنوز واقعا چیز روشن نیست. داستانی است که شما در امریکا از نزدیک برای روزهای آینده و حتی احتمالا هفته ها و ماه های آینده با
باید منتظر بررسی ها و اتفاقات جدید و کشفیات تازه باشیم و شاید این مهمترین خبر سال باشه. خیلی ممنونم جناب دکتر فاطمی. آقای دکتر فاطمی، یه سوال می‌خواستم مطرح کنم دوباره راجع به وضع ایران. وضع ارزهای خارجی در ایران سالهاست که با تلاطم روبرو هست و خب روز به روز داره ارزش پول ایران پایین میاد و ارزش پولهای خارجی میره بالا و این تأثیر بزرگی داره روی بودجه و درآمد و امکانات مالی که بسیاری از هموطنانمون دارن که یا فرزندانشون در خارج هستن یا خودشون در خارج زندگی میکنن و مجبور هستن که بالای تا همین دیروز پریروز بود که دلار به بالای 4000 تومان رسید. این روند آیا اینطوری که ما شنیدیم همین 4000 تومان هم با توجه به دخالتایی است که دولت میکنه که پایین نگه داره نرخ به ارز رو، یا اینکه این واقعا ارز و بازاری است که قیمت ارزها به خصوص دلار رو تعیین میکنه در ایران؟ ببینید، پاسخش واقعا خیلی ساده است. یعنی شما اگر هر موقعی که راجع به پول دو کشور صحبت میکنید، چه ایران و امریکا، چه فرانسه و اروپا و امریکا، باید نگاه بکنید به نرخ تورم. اگر نرخ تورم دو کشور مساوی باشه، پولشون هم ثابت خواهد بود. اگر تورم در یک مملکتی بالاتر باشه از یک کشور دیگه، یعنی قیمت‌ها با سرعت بیشتری بالا بره، مطمئن باشید که ارزش پول اون کشور با همون سرعت نسبت به اون کشور دوم تقلیل پیدا می‌کنه. این قانون اقتصاده. حالا در بعضی از کشورها مثل ایران که اینها دلار، میشه گفت دلار مفته، دلار نفت به نظر من دلار مفته، دلار رو معمولا کشورهای دیگه جون میکنن، تجارت دارن، سعی میکنن که مواد تولیدیشون ارزشش بهتر باشه، رقابتی تر باشه. کشورهایی که نفت دارن این سرمایه ملی رو همینطور میسوزونن و به هدر میدن. بنابراین ایران هم اگر بخواد تمام ذخیره هاشو دور بریزه، میتونه قیمت دلار در عرضه روی همین 4000 تومان نگه داره. ولی اگر قرار به بازار آزاد باشه، تا زمانی که تورم در ایران از تورم امریکا که الان به 1% هم نرسیده، در حالی که تورم ایران هنوز من شخصا فکر میکنم بالای 10%، به 20% نزدیک تره. آقای روحانی مدعیه که ایشون آوردنش نزدیک 10%. خب ببینید تفاوت 1% و 10% چقدره. همونقدر فشار روی ریال هست در برابر دلار. و تا زمانی که نتونن اینها تورم رو پایین بیارن، این مشکل رو ما خواهیم داشت و پول نفت که باید صرف بهبود وضع مملکت بشه، سرمایه گذاری بشه در زیربناهای اقتصادی، صرف این کار میشه که دلار گران قیمت خریده بشه و این تعادل همینطور در به دست نخواهد آمد تا زمانی که بتونن تورم رو در ایران نرخش رو پایین بیارن و نزدیک بشه به نرخ تورم دلار و یورو و پولهای خارجی. این مشکل هست و نرخ دلار الان به نظر من به طور تصنعی در 4000 تومان مونده. اگر ول کنن جلوشو به بانک مرکزی مرتب دلار توی بازار نریزه، از این هم بالاتر خواهد رفت. خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمی. در مورد نکاتی که اشاره کردید، بعد از به اصطلاح موافقتنامه‌ای که بین کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران به وجود آمد تحت عنوان برجام، هجوم سرمایه گذاران، صاحبان صنایع، صاحبان مشاغل مختلف رو به ایران شاهد بودیم. ولی خبرهایی که میرسه از ایران حاکی از این هست که بعضی از این شرکت‌های بزرگ تولیدی که اظهار علاقه کرده بودن، رفته بودن، آمده بودن و تصمیم داشتن کارهایی رو در ایران انجام بدن، سرمایه گذاری‌ها رو انجام بدن، دچار تردید شدن و انصراف خودشون رو اعلام کردن. این رو به چه صورت می‌بینید؟ جام اجازه، من فکر می‌کنم تا انجام انتخابات بیشتر انجام بشه به صورت
مسالمت‌آمیز انجام بشه. تا اون با موافقت انجام نشه کسی در ایران سرمایه گذاری نمی کنه. الان اوضاع بسیار آشفته است. الان برای به خاطر انتخابات رقابت بین دو جناح به حد اکثر خودش رسیده. مردم هم این وسط تماشاچی و ناظر هستند، ولی مردم هم همیشه به موقع وارد صحنه شدند و نظر خودشون را به رژیم تحمیل کردند. بنابراین تا انجام انتخابات آینده ریاست جمهوری من فکر میکنم کمتر سرمایه گذاری در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد، چون واقعا تکلیف مملکت روشن نیست که آیا رئیس جمهور آینده را سپاه پاسداران انتخاب خواهد کرد یا با رأی آزادانه مردم انتخاب بشه. تحت شرایط جمهوری اسلامی که انتخابات در هر صورت آزادانه نیست، ولی در این شرایط هم باز به طور مسلم مردم میتونن رأی خودشون رو تحمیل کنن به رژیم، همینطور که یکی دو بار تا حالا این کار انجام شده. خیلی متشکرم آقای دکتر فاطمی. یک روندی در دنیا شروع شده که عده‌ای معتقدن این داره به همه جا تسری پیدا میکنه و اون روند روی کار آمدن کسانی است که پاپولیست هستن و سعی میکنن با توده های مردم در تماس باشن. شواهدی رو داریم در اروپا که انگلیس یک نمونه است، میرود که آلمان و فرانسه با چنین اقداماتی دست بزنن، اقداماتی که متفاوت هست با اون چی که شاهد بودیم در صحنه سیاست های مالی و پولی و اقتصادی و اجتماعی این کشورها. در امریکا شاهد هستیم انتخاب آقای دونالد ترامپ تعجب عده زیادی رو برانگیخته. مسائلی که الان پیرامونش مطرحه خیلی زیاده. این رو به چه صورت می‌بینید؟ آیا واقعا شاهد یک چنین ترند، یک چنین روالی در دنیا هستید؟ و امروز در یکی از مقالاتی که من دیدم در هرالد تریبون منتشر شده، منعکس شده بود، مربوط هست به یکی از کارشناسان ارشد بانک انگلیس آقای اندرو هالدین که میگوید که کرش مالی یا سقوط مالی سال 2008 در اثر پیشبینی های او، یعنی پیشبینی نکرده بودن اونها با محاسباتی که کرده بودن، و همچنین در مورد بریکسیت اظهار ندامت میکنه و میگوید که ما به عنوان کارشناسان اقتصادی در این مورد تعلل کردیم و اون رو به موقع شناسایی نکردیم. چیه نظرتون راجع به طور کلی این مسائلی که اونجا مطرحه در اروپا؟ بله ببینید، در اروپا الان امسال سال انتخاباته در دو کشور مهم اروپا، چون در اتحادیه اروپا، چون انگلستان که اومد بیرون از اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه هستن. هر دو اینها انتخابات در پیش دارن. من در فرانسه زندگی میکنم و به احتمال زیاد در انتخابات فرانسه کاندیدای دست راست معتدل یعنی آقای فرانسوا فیون برنده خواهد شد. ولی در دور دوم عوض این که در برابرش کاندید سوسیالیستا باشه، به احتمال زیاد کاندید به اصطلاح جناح شبه فاشیستی جبهه ملی، متاسفانه این اسم تاریخی که در ایران وجود داشت، نشنال فرانت، اینجا این اسم را کسب کرده و این شانس زیاد داره که در دور دوم بیاد. البته انتخاب نخواهد شد، یعنی ممکنه حتی تو 25-30% آرا بیاره، ولی وقتی اون کاندید بشه نه تنها راست آرای خودشو داره، بلکه چپی ها هم رأی میدن به دولت دست راستی، برای اینکه اونی که دولت رو دولت ناسیونالیستی فاشیستی میدونن. این انتخابات در زمان آقای شیراک هم اتفاق افتاد و وقتی که انتخاب بود بین آقای شیراک و کاندید سوسیالیستی، در دور دوم فقط دو تا کاندید میتونن باشن، وجود نداشت. تمام سوسیالیست ها به کاندید دست راست رای دادن و پدر این خانم لوپن اون موقع فقط 18% رای آورد و 82% از آرا با آقای شیراک داده شد. این بار هم چنین اتفاقی خواهد افتاد. خود اینا یه اصطلاحی دارن، میگن اونهایی که به جمهوریت معتقدن اونها همیشه
با تمام اختلافاتی که روی مسائل اقتصادی دارن در برابر تندروهای چپ و راست خواهند ایستاد. در اتریش هم دیدید که نزدیک بود ولی با وجود این دست راستی ها نبردن. در فرانسه و آلمان هم من مطمئن هستم اینها نخواهند برد. ولی هر باری که یک ترور میشه، هر باری که یک پناهنده یک تخلفی انجام میده، این یک لطمه است به دولت‌های معتدل مثل دولت آلمان و دولت فرانسه. یعنی خانم مرکل واقعا در موقعیت بسیار بسیار حساسی قرار داره بین حالا و انتخابات در آلمان، در فرانسه هم همینطور. ولی من شخصا فکر میکنم، یعنی اطمینان دارم تا حدودی، که در هر دو کشور حزب احزاب معتدل انتخاب میشن، ولی خب تندروها هم بیش از همیشه قدرت میگیرن و در پارلمان ها موفق میشن و این خطر وجود داره و متاسفانه شباهت زیادی هم داره به حوادث قبل از جنگ بین‌الملل دوم، زمانی که تندروها در آلمان و در سایر کشورها توانستن رأی بیارن، به مجلس برن و سرانجام با رسید به هیتلر و اون فاجعه بزرگ قرن بیستم. آقای دکتر، مسئله پناهندگان که یک مسئله بغرنجی شده برای کشورهای اروپایی و حوادث تروریستی که اتفاق میفته در کشورهای مثل فرانسه، مثل آلمان و سایر نقاط، اینها موجب میشه که کسانی رو که معتقدن که باید به این پناهجویان پناه داد، به خصوص پناهجویان سوری، اشتباه میکنن و این مشکلات عدیده ای رو پیش رو خواهد گذاشت. نظر جناب عالی چی هست و خانم مرکل تا چه حد در خطر انتخاب نشدن قرار داره و با توجه این که سیاستش در مورد راه دادن و کمک کردن به پناهجویان از سایر سران کشورهای اروپایی به اصطلاح لیبرال تر بوده، آزادتر بوده و یه عده زیادی ایراد دارن میگیرن، به خصوص کسانی که خب اون مسائل ملی گرایی واسه شون مطرحه در اونجا در اون قسمت ها، و همچنین خب مشکلاتی که این تروریست ها و کسانی که اونجا میخوان در کشوری که آزاد هست مسائل اسلامی یا شریعت رو پا بر جا بکنن. ببینید، شرایط پناهنده شدن و پناهندگی روز به روز مشکل تر میشه. یعنی این افرادی که به عنوان پناهنده اومدن و بعد تروریست از آب در اومدن، باعث شدن که مردم به طور کلی، بخشی از مردم لااقل، به پناهنده و پناهندگی بدبین بشن. و هرچه هم افراد خوشنیتی مثل خانم مرکل مقاومت بکنن، در انتخابات بعدی هزینش رو خواهند پرداخت. این یکی از بزرگترین عواقب وحشتناک این اسلامگراهای تروریست که مسئله پناهندگی، که امروز واقعا یک مسئله درجه اول در دنیا، مخصوصا در مورد سوریه، 5 میلیون مردم آواره شدن. اینها در کشورهای اروپایی که معمولا همیشه خوش آمد میگفتن به پناهندگان، ما دیدیم بعد از انقلاب ایران چطور همه ایرانی هایی که در خارج بودن توانستن پناهندگی پیدا بکنن، امروز مسئله پناهنده با متاسفانه در افکار بسیاری از اروپایی ها با تروریست با هم آمیخته است. برای اینکه بعضی از این تروریست ها به عنوان پناهنده وارد شدن، مخصوصا همین کسی که با کامیون آدم ها رو کشت و سرانجام در ایتالیا پلیس کشت، این آدم هم یک پناهنده بود. بنابراین به مسئله بسیار مهمی اشاره فرمودید، مسئله پناهندگی مسئله شده که دیگه اون ارج و اهمیت و احترامی که در جوامع اروپایی داشت نه تنها از بین رفته، بلکه هر دولتی که به پناهندگی کمک بکنه در انتخابات مجبور خواهد بود که هزینش رو بپردازه و احزاب تندرو به اصطلاح ملی نما از این موضوع خیلی استفاده خواهند کرد و علنا علیه پناهنده ها و پناهندگی صحبت میکنن و در
در اتریش ما دیدیم چقدر انتخابات نزدیک بود، در فرانسه هم همینطور خواهد بود. آقای دکتر، آخرین سوال من که لطف کنید کوتاه پاسخ بدید، آیا فکر میکنید بریکسیت ادامه پیدا خواهد کرد، موفق خواهد شد، یا اونطور که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اعلام میکنند ممکنه که نتونه به نتیجه برسه و نهایتا یا تغییراتی درش به وجود بیاد یا به طور کلی ترک بکنه انگلیس ترک بکنه اون رو؟ نه، نمیتونن ترک بکنن، برای اینکه رسما اطلاع دادن طبق ماده سی اتحادیه اروپا که خارج خواهند شد، و چون انگلیس ها چند بار قبلا همین کار کردن، اتحادیه اروپا اصرار خواهد داشت که این بار انگلیس از اتحادیه اروپا خارج بشه. بنابراین دو سال فرصت دارن و هنوز اون مدت دو سال شروع نشده رسما، چون اول باید پارلمان انگلیس موافقت بکنه. رفراندوم در انگلستان چیز قانونی نیست، فقط پارلمانی که تصمیم میگیره. بنابراین خانم ترزا می این مسئله رو به پارلمان خواهد برد، وقتی پارلمان تصویب بکنه اون موقع تازه دو سال وقت دارن که انجام بشه، ولی انجام خواهد شد. خیلی متشکرم. آقای دکتر، آیا فکر می‌کنید کشورهای اروپایی دیگر تبعیت خواهند کرد؟ خیلی کوتاه لطفا. بعید میدونم، برای اینکه همه سود میبرن و این انگلستانی که فکر میکنه یک از بقیه بهتره، و یا خود اونها الان پشیمونن، اکثریت مردم انگلیس، این 52-48 تصویب شد و اگر الان دوباره رای بگیرن عکس اون خواهد شد. ولی گمان نمیکنم اروپا دیگه قبول بکنه که یک بار دیگه، این کاریست که انجام خواهد شد و انگلیس دیگه در اتحادیه اروپا نخواهد بود. جناب دکتر شاهین فاطمی بی‌نهایت سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. بازم پوزش میخوام از اشکالاتی که داشتیم برای تماس با شما. تا فرصتی دیگر که انشالله امیدوارم بتونم از محضرتون در برنامه استفاده بکنم، از شما خدافظی میکنم، از بینندگان عزیزی که با ما بودید خدافظی میکنم، و تشکر ویژه دارم از همکار خوب و زحمتکشی که واقعا نهایت زحمت رو میکشم برای بهتر شدن و کیفیت خوب برنامه، سپهر عزیز. تا هفته آینده و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.